شد بعد دو ساعت طول دادی؟ اینا گرفتم. گرفتی؟ ببینم. سر رو میز که چیزی کنی؟ دو ساعت علافگری اینو بردی؟ ای خب داشت مدلای توشو نگاه میکردی، یکیش مثلا مثلثی بود این چهارخونه هاش، یکی لوزی بود فرق داشت. اینو واسه یه چیز میخواستم. یه بیشتر مره چیزی از سینیه روش لیوا میزن. نه بابا چرا؟ سینی اینجوری که واسه لیوان نیست. نه بیشتر من واسه یه چیز دیگه گرفتم، واسه خوراکی هایی که مثلا میخواییم بچینیم واسه لیوانه. اونا بغلش بلندتره. خب من واسه اون گرفتم. بابا سینیه کسی قیب نکرده که واسه چی بعد استفاده کنه؟ قیب نکرده یعنی چی؟ قیب. خب شو اینا گرفتی. خب الان دیگه چی الان؟ قاشق چنگال هم که داری؟ لیوان هم که داری؟ بس دار گرفتیم. فرنوش تو الان رفتی؟ من داشتم با وحید صحبت میکردم. وحید رفیقم هم که تو کافه دیده بودنش. خب دوست دخترش خونه گرفته. این بذارم اینجا نمیشکنه؟ بذار بقیه سلامتی. دوست دخترش خونه گرفته، بعد میگه دستش خیلی خالیه. نیما من مثلا جز رفیقامی که هر وقت لازمت دارم بهت زنگ میزنم تا هم کار من را میندازی و فلان و بیسار. پول نخواست ازم، خدا رو شکر پول نخواست، ولی گفتش داداش اگه میشه کمک کن واسه شسی وسیله مسیله بگیریم. تو به دوست دخترم کمک کنی؟ آره. میگفتی داداش من خودم خونه گرفتم دهنم صاف شده. گفتم داداش من خونه گرفتم دهنم صاف شده. قیمت ها هم خودت میدونی چجوریه؟ چه اینطوری گفتی؟ خب پسر من شکرم نیازم داداش. آقا رفاقت به چه دردی میخوره؟ رفاقت یعنی اینکه اگه من چیزی احتیاج داشته باشم زنگ بزنم بعید میارم. چرا اگه تو چیزی لازم داشتی همه به داد رسیدن. داد رسیدن؟ نه. ببین بر ما نمیرسه به کسی بخوایم بگیم خدا هر ما تک دو سه اوکی میکنه. بله صد درصد. ولی اینا از خدا دورن. خب حالا باید چیکار؟ به بنده خدا. ببین همیشه خدا میگه اگه داری به بنده من کمک کن، من بهت بهتر میدم. عزیزم خدا من نباید توست بگم نه. خونه تو چی اگه داری؟ من نتونستم بهش بگم نه. خالی شدم. گفتم این وسیله که مامانم داده رو یه سری چند تا چیز میز گرفته رو میارم میدم به تو. خیلی اعصاب خودم هم داغون شده. کدوم از وسیله ها رو؟ همین قبه سازه رو، کتری قوری و دیوان و قاشق چنگال. مامان تو رفته واسه خونمون با عشق اینا رو خرید انتخاب کرده. عشقی اصلا جوابشون نمیدادم. بعد تو میخوایی بده دوست دختر رفیقت؟ دوست دختر رفیقت؟ خانومش هم نه، دوست دخترش. ولی عقلت کار میکنه یا نه؟ بریم ببینم. این سالمی؟ من احساس تو همش خواهم بعضی وقتا کروموزومات جا به جا میشن. چی کارش داری الان؟ یه زنگ بزن بهشون نمیم چکار بکنم. داداشم اش فداشم دور تو گرم وی جان. میگم ببین من مثلا اینا رو یه ماه دیگه براتون بیارم اوکی نیستش مثلا؟ ای زنگ زدی گفتی به تو سخرت. خب یه دار گوشی فرموش فرشترم ناکا چه خوشگله. بخواه بعید گفتی الان. بابا من خودم خونم هم یه سری وسیله رو لازم داشتم. گفتم اگه تو عجله ای نداری اگه میشه مثلا بعد نمیشه دیگه باش همه رو واسط میارم دیگه. اینا رو وسط میارم. باید اتفاقا فهمشم یه دونه الان سینی گرفت، سینی مزه بهش میگست. چای خودمون گرفتم. برای خودمون میارم. برای شما وسایلتون کامل شه. اونو برای خودمون گرفتم. خودمون سلام میرسید. میگه سلامت باشید باید. فروش هم اتفاقا استقبال کرد، گفتش خوبه به بچه‌ها کمک کنیم. بعد حالا ما میام خونتون. خودمون وسایل رو نیاز. آره فروش میگه به خانومتم سلام برس. مخصم فلا کاری نداری بیدار میارم یه تور هم باشه باشه. خدا فساد است. نیما واقعا سالمی؟ چی میگفتم دیگه اصلا به دوست دخترش گفته که آقا نمیتونه. خب بمش من بهش گفتم اوکیه. این زنی زده به دوست دخترش خوشحال گفته که آقا نیما داره میاره. من نگفته نیما هم داره میاره، گفته خریدم دارم میارم به درک. خودش حالا گوش بده خدا میگه الان اگه نبرم نیما منو تیکه پارم میکنه خونم میندازه بیرون. سر اون دختری که شرایط یه طرفشه. بابا
بابا چرت و پرت نگونی بابا، من نمیذارم این کارو کنی دیگه. آقا اصلا حرفات اصلا منطقه نیست. نه نه میگرفته واسه من میخوام ببرم بدم بهش. تازه خونه، ببین تو خودت خونه گرفتی تازه. خب ببین این به عقل چه آدم کج فهمی میرسه که اصلا وسیله هایی که خودت واسه خونه خودت گرفتی یا ما بعدم میگیم با عشق رفته اون دو سه تا وسیله واسه تو بعدم میگیم عزیزم. حالا اون رفیق لازم داره، احتیاج داره، دو سوکرش میگیره میزنتش لش میکنه لولش میکنه خونه میندازتش بیرون. من تجربهش رو دارم واقعا. من اگه اینو گفتم اینا دارم میارم بعد نمیوردم تو منو زنده میذاشتی؟ نه واقعا من اینجوری شناختی؟ نه در این حدم نه، ولی تو عصبانی میشی عصبانی میشی دیگه. چه ربطی داشت؟ خب میگم اونم سوخش عصبانی میشه خالی میکنه سر این رفیقمه دیگه. اصلا ننم گرفته واسه من، خب ببرم بدم به اون اند. من وحید اند خندیدیه اوکی. من نکنم. راضی شدی؟ نه معلومه که بخوای این کار کنی فقط زنگ بزن مامانت میگم ببینم مامانت موافقه. خیلی فضولی ها، این کار فضولی میشه. نه فضولی نه آدم فروشی میشه. تو آدم فروشی؟ تو آدم فروشی؟ من آدم فروشم. دم شما گرم. من همینم که هستم. بله. آدم فروش باشم بهتر از اینه که ببخشید دورو از جونه تا احمق بله. باشم وصلای خونه نوع خودم رو برم بدم به یکی دیگه. دست شما درد نکنم. میدونی الان چقدر شده این وصله ها اصلا؟ چقدر شده؟ این چیزایی که من دارم میبینم خودش 20 تومنه. بعید با فرنوش نمیذاره بیارم بدم به تو. معلومه بله خودمون تازه خونه گرفتیم. یه فرنوش غلط خودت غلط میکنی یا ایمو یا چی فرنوش غلط میکنی؟ تایی شوخی میکنی گوشی؟ اسکار کردی بیشور. چه حالی داد گفتم فرنوش غلط میکنه؟ اینو گفتی فهمیدم فرنوش من اصلا دیدم داشتم با شوخی میکنه. خب اصلا وقت نکردم اول کلیپ صحبت کنم. سلام دارتون بگرم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به چنل من و فرنوش. بابا سری زدم فقط سری زدم گفتم بگیرم. چه وقت میکنی به این فکر کنی اصلا که ویدیو بگیری؟ خدای فکر نکردم، فقط این وسیله ها رو نکن در همین حد شد نکن اینجا نکن. اینا رو نگاه کردم روبرومو نگاه کردم وحید اومد تو ذهنم. وحید اومد تو ذهنم تو اومدی سری. متاسفم آقا دیگه این سری وقت نشد من اولش بهتون دوزی بدم بگم آقا خیلی خوش اومدید و فلان و بیسار به امان. چرا اینقدر حالا ناراحت شدی؟ یه چیزی عزیزم ناراحت شدم بخاطر اینکه وصله خونه خودمون رو بعد بدیم بدین اون بعد مامان تو رفته با عشق یه مادر اونا رو انتخاب میکنه بعد پسر بیشورش زرنگ رو حراج کنه. زرنگ و نگاه فهمیدی چی گفتم؟ آره عشقم پسر بیشورش هم فهمیدی؟ اونو مامان بودی؟ جاته که دست شما ده مرسی ازم از هر لطفه تنده مامان بیترامی نبود. آهان یه چیزی بگم تا ویدیو گرفتی خیلی خانومانه برخورد کردم. منم آقانه رفتار کردم. تو که داشتی شوخی میکرد. یکی اومده از یکی از ویدیوها نوشته بود که چیزا داری میگیره اصلا. آره. یکی اومده نوشته بود که یعنی شما میخواید بگید تو خراب شده تو ماشین من بشه بود هیچ وقت موزیک نمیذارید؟ ما هیچ وقت بچه ها شاید باورتون نشه ولی واقعا ما هیچ وقت موزیک گوش نمیدیم تو ماشین. یعنی این پیره مرد توی زنها شادی بهمون میگه بعضی وقتا رادیو تو ماشین روشنه باورتون میشه چی بشه؟ بعد تنها جایی که موزیک گوش میدیم شماله، مثلا جاده شماله داریم میریم دیگه اونجا گوش میدیم. آره تو خونه هم بعضی وقتا تک و توک موزیک پلی میدیم. ولی انقدر تو فضای مختلف موزیک میشویم دیگه میشینیم تو ماشین و بیرون رو بلند میسا ببین بعد تلافی میکنم این شوخی تو. خب زمانی شوخی کردی که من اصلا آمادگیشو نداشتم. حالا بشین ببین چه جوری باید شوخی کنم. خیلی واقعه سمتارم خوشتون اومده باشه از این کلی باشه خیلی تو میمخواهی سه از پرنوشه سه تو میمونی مامتون زانتون